سلام به ماهتون. امروز اومدم با آموزش پنیر پیتزای خونگی. 5 کیلوگرم شیر از لبنیات گرفتم. شیری که ندوشیده باشه، پاستوریزه نباشه، هموژنیزه نباشه و از لبنیاتی حتما بگیرید. ریختم داخل قابلمه، گذاشتم رو اجاق. حرارتی که باید ببینه حرارت ملایمه، درجه‌ای که ما نیاز داریم که بهش سرکه رو اضافه کنیم بین 35 تا 40 درجه است. یک لیوان سرکه سفید دارم من، شیر رو گذاشتم داغ بشه. با انگشت کوچیکمون تا 10 میشموریم. اگر احساس داغی نکردیم شروع میکنیم سرکه رو اضافه میکنیم. کاملا شیر رو از پایین از ته قابلمه هم بزنید تا سرکه به خورده کل شیر بره. سرکه رو هم یک دفعه نریزید، مرحله ای اضافه کنید و کاملا هم بزنید. ببینید همین که من در حال هم زدنم پنیر داره درست میشه. سرکه رو آروم آروم دارم اضافه میکنم و کاملا هم میزنم. شیر رو کامل از ته قابلمه هم میزنم تا سرکه به خورده کل شیر بره. پنیر ما داره تشکیل میشه. یه چند لحظه روی حرارت باشه. ببینید پنیرمون تشکیل شده. این مرحله دیگه نیاز به هم زدن نداره. خیلی مراقب باشید تا کیفیت پنیرتون از بین نره. ببینید چه پنیر عالی. تا این مرحله که آب زرد رنگی بهتون بده، این مرحله دیگه کل شیر جدا شده، کل شیر یعنی پنیر شده. حالا درش رو 5 دقیقه میبندیم تا پنیر کاملا خوش جمع کنه. حالا یه توری روی چاپی میذارم و پنیر رو داخل پارچه تمیز میذارم تا آب اضافیش گرفته بشه. پنیر فوق‌العاده کیفیتش بالاست، حتما درست کنید. مطمئنم دیگه از بیرون پنیر پیتزا نمیخرید. میذارم داخل صافی تا آب اضافهش بره. با دست حالا شروع میکنم به ورز دادن و کشدار کردم. ببینید با دست به پنیر ورز میدم و هی میکشم تا اون کشدار بودن پنیر در این مرحله به وجود میاد. خیلی حواستون جمع باشه که پنیر رو کاملا بکشید، دوباره بذارید داخل همون آب پنیر، دوباره بکشید. چند مرحله این کار رو انجام بدید تا پنیر کشداری به دست بیارید. یکم کثیف کاری داره ولی فوق العاده داره. یک قاشق غذاخوری نمک تو آب پنیر می‌ریزم. پنیر رو 5 دقیقه تو آب گذاشتم، تو آب و نمک تا نمک رو به خودش جذب بکنه. بعد از 5 دقیقه توی آب یخ می‌ذارم. آب باید خیلی سرد باشه تا پنیر خودش کامل جمع کنه. بعد از 5 دقیقه پنیر رو میارم بیرون، آب اضافه رو میگیرم، کاملا فشار میدم تا آب اضافه پنیر بره. و میذارم داخل نایلون 6 ساعت میذارم داخل فریزر. بعد از 6 ساعت پنیر در آوردم. پنیر رو کوچ به هر روشی که دوست دارید، یا میخواییم برش بزنید یا هم که رنده کنید. من به هر دو صورت واسهتون آماده کردم. پنیر فوق‌العاده خوشمزه است. هم میتونید به عنوان صبحانه استفاده کنید، هم میتونید کنار مزه ها استفاده کنید و هم به عنوان پنیر پیتزا میتونید استفاده کنید. امیدوارم که این رسیپی خوشمزه رو هم درست کنید و از این آموزش استفاده کامل رو ببرید. خدا نگهدار.